به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. دستگیری یک چهره رسانی جنجالی مخالف حکومت ایران توسط سپاه پاسداران. در برنامه امشب میپرسیم چرا روح الله زم و آمد نیوز به مسئله جدی برای حکومت ایران بدل شدند. دو مهمان برنامه از فراز و فرود آمد نیوز میگویند. و از یک روزنامه‌نگار در ایران میپرسیم که راز توجه به این پدیده رسانه‌ای چه بود. در ادامه برنامه عزم ترکیه برای ادامه عملیات جنجالی در مناطق کردنشین سوریه. اردوغان میگوید به رغم فشارهای بین‌المللی جنگ تا پیروزی ادامه خواهد یافت. گفتگویی داریم با وزیر اقتصاد افغانستان درباره امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور. و کشف یک میدان گازی بزرگ در ایران. توسعه ارم با امکانات داخلی چقدر مقدور است؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تلویزیون ایران تصاویری از روح الله زم، چهره جنجال برانگیز رسانه‌ای را پخش کرده که او در آن از عملکرد خود ابراز پشیمانی می‌کند. در اعترافی تلویزیونی که مشخص نیست در چه شرایطی گرفته شده و در سال‌های گذشته مشابه آن کم دیده نشده. چند ساعت پیش از آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که آقای زم را دستگیر کرده. روح الله زم روحانی زاده است که مدیریت یک کانال خبری استثنایی را بر عهده داشت با صدها هزار عضو. او در پاریس زندگی میکرد. اینکه چطور سپاه به او دست یافته هنوز معلوم نیست. دو سال پیش در اوج اعتراضهای خیابانی کانال خبری آمد نیوز لحظه به لحظه خبرها، شعارها و بیانیه‌های مخالفان را منتشر میکرد. اعتراضهایی که به سراسر ایران گسترش پیدا کرد. از نظر حکومت کانال خبری آمد نیوز و شخص روح الله زم از آتش بیاران اصلی معرکه بودند. روح الله زم را رو بودند یا با پای خود در دام افتاده؟ آیا دستگیری او پایان ناگهانی پدیده تأثیرگذار و پرجنجال مثل آمد نیوز است؟ گزارشی داریم از محمد امینی. سرشبکه آمد نیوز، سایت ضد انقلاب و معاند دستگیر شد. در ایام پرشور و شعور اربعین حسینی و تجدید میثاق رهروان اعلام خبر دستگیری روح الله زم از تلویزیون ایران با خواندن اطلاعیه مفصل سپاه با حربه فریب اطلاعاتی گرفتار کردند. در اطلاعیه سپاه پاسداران جزئیات خاصی از چگونگی فریب دادن روح الله زم و دستگیری نهایی او به چشم نمی‌خورد، ولی شدت رضایت سپاه و حکومت ایران از این اتفاق را به خوبی نشان می‌دهد. سپاه پاسداران برای اثبات خبر دستگیری مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز خبر را روی این کانال منتشر کرد. اینها هم تصاویر تلویزیون ایران از لحظات پس از بازداشت روح الله زم. لابد نام روح الله زم معروف به نیما را شنیده. حکومت ایران سالها از فعالیت‌های روح الله زم در فضای مجازی و اداره سایت آمد نیوز به شدت عصبانی بود و برای حذف یا مهار او تلاش‌های متعددی کرد. از اسفند ماه گذشته یاد کنیم که مستند ایستگاه پایانی دروغ روی آنتن صدا و سیما رفت و خط اصلی آن این بود که روح الله زم تحت کنترل دستگاه اطلاعاتی ایران قرار گرفته و بی آنکه بداند بازی خورده. منبع خبری سوپر فوق سری آمد نیوز طی فرایندی پیچیده و فنی با تمام اطلاعات و داده‌های موجودش در اختیار جامعه اطلاعاتی قرار می‌گیرد و با کشف بخشی از حفره‌های امنیتی از اینجای داستان به بعد در زمین ماست. وقتی ایران با اعتراض‌های دیماه 96 دچار تنش شد، حکومت ایران خشم خود را از کانال تلگرامی آمد نیوز پنهان نکرد. وزیر ارتباطات به طور رسمی از مدیر تلگرام خواست که کانال آمد نیوز به دلیل تشویق به خشونت مسدود شود که شد. یه سری آدم ها یه تورهای امنیتی زدن برای من و دارن روش کار میکنن که حالا سر فرصت بهش میپردازیم. مدل بیان و محتوای حرفا و ادعاهایی که روح الله زم روی آنتنها مطرح میکرد مخاطبان او را به سرعت به دو دسته تبدیل کرد. کسانی که باورش میکردند و کسانی که حرفای او را مبالغه آمیز و دروغ میدید. اما خب من شاید یه روشی رو میرم برای شناسایی یه چیزای بزرگتر که دیگران نمیرن. حالا سپاه پاسداران در موقعیت بهره برداری از این ماجرا قرار گرفته و به نظر میرسد که میخواهد بگوید
اشراف و دسترسیش به مخالفان قابل توجه است. محمد امینی، بی بی سی. در این باره گفتگوی داریم با ایرج مصداقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم سوئد با ما، و مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن دی سی. آقای مصداقی، گفته شده که روح الله زم رو به داخل هدایت کردند. معنای اون چیه؟ چه برداشتی میشه کرد؟ میدونه که روح الله زم از ابتدا با دستگاه امنیتی ارتباطاتی رو داشت، یا با کسانی که خودشون مدعی بودن با دستگاه امنیتی ارتباط دارن، خودشون مدعی بودن که با بیت رهبری، با شورای امنیت ملی و همچنین با اطلاعات سپاه پاسداران ارتباط دارن. در واقع از ابتدا نوعی اخبار هدایت شده از طریق سرویس‌های امنیتی و جناح‌های مختلف سرویس‌های امنیتی به آمد نیوز داده میشه، و من بارها و بارها در طول سالهای گذشته تاکید کردم که کانال آمد نیوز در واقع به نوعی، میتونم بگم نوعی فاضلاب امنیتی است، یعنی دستگاه امنیتی. بحث من روی خود روح الله زم نبود، بلکه کانال آمد نیوز به عنوان اینکه دستگاه امنیتی از جناح‌های مختلف و از در واقع رقبای متفاوت از این کانال استفاده می‌کردند برای ایجاد موج، برای ایجاد جب علیه جناح مقابل و برای هدایت افکار عمومی در داخل کشور به اون مسیری که مایل بودند. و در هر صورت آقای زم از ابتدا ارتباطاتی رو داشت. در اسفند ماه بخشی از این ارتباطات رو ما فقط در به اصطلاح افشاگری که دستگاه امنیتی کرد ما شاهدش بودیم. متاسفانه ایشون درس نگرفت، تجربه نکرد و اومد و ادعاهای بزرگتر و عجیبتری برای توجیه افتضاحات به بار اومده به کار برد و گفت من اونها رو هدایت میکنم. نتیجهش میبینیم که به این ترتیب اونا اونو هدایت میکردن و میبینیم این وضعیت امروز پیش اومد برای او متاسفانه. آقای واحدی، شما چی فکر میکنید؟ یک پروژه امنیتی بوده اینجا؟ سلام به بینندگان برنامه و شما و مهمان برنامه. ببینید، من باورم اینطور نیست، یعنی اینکه ما تصور بکنیم که الزاماً در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی آقای زم دستگیر شده پس بگیم از اول در بازی بوده یا بازی خورده. از اینکه بازی می‌خورده منم بحثی ندارم، یعنی همون افشاگری اسفند ماه هم اگرچه بزرگ نمایی بود اما نشون میداد که در بعضی موارد آقای زم فریب خورده. اما من فکر میکنم خیلی ساده تر از این حرف هاست، یا بر اساس تفاهمی با تلاشایی که آقای مکرون داره میکنه برای جمهوری اسلامی ممکنه تفاهم کردن و تحویل دادن، یا ممکنه در یک پروازی ایشون رو غافلگیر کردن، کاری که در مورد ریگ هم قبلا کردن. یعنی اینکه ما اول فرض رو بذاریم برای اینکه حتما در یک عملیات بسیار پیچیده اطلاعاتی ایشون دستگیر شده و بعد تحلیل بکنیم، به نظر من هنوز زوده، یا حتی من به شخصه اصلا قبول ندارم مگر اطلاعات جدیدتری دریافت کنیم. به گمان من آقای زم در عملیات خیلی پیچیده دستگیر نشده، اگرچه جمهوری اسلامی قطعا تلاش خواهد کرد که این رو یک عملیات بزرگ جلوه بده، که اگر این کار رو بکنه اون وقت اتهامات زیادی متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد. کسانی که میتونن با عملیات پیچیده اطلاعاتی یک آدمی رو که خودشون میگن اصلا اطلاعاتش ارزش نداره دستگیر کنن، چرا اختلاس کنندگان بزرگ رو نمیتونن دستگیر کنن؟ چرا خاوری رو نمیتونن دستگیر کنن ببرن ایران؟ چرا دیگران نمیتونن؟ اگر جمهوری اسلامی ادعا بکنه اینقدر اشراف اطلاعاتی داره، اون وقت باید جواب بده چرا بغل گوششون اینقدر اختلاس میشه و تا زمانی که به میلیاردها دلار میرسه نمیفهمن. این یه خورده اتفاقا نه تنها پوان برای جمهوری اسلامی نیست، اگر ثابت بشه که اینها توان اطلاعاتی اینقدر قوی دارن، انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد رفت که خودشون عامل اصلی فسادها هستند و عاملین اصلی فسادها عوامل خودشون هستن، نمیخوان دستگیرشون کنن. من هنوز باورم این نیست که در یک عملیات بسیار پیچیده آقای زم دستگیر شده باشه. آقای مصداقی، بد نیست نگاهی بکنیم به خود پدیده آمد نیوز و میزان توجهی که جلب کرد. چطور شد که تبدیل شد به یک رسانه بسیار پرطرفدار؟ من اول اینو توضیح بدم قبل از اینکه به مسئله بپردازم. در واقع به نوعی متهم کردن یا این گمانه‌زنی در ارتباط با دولت آقای مکرون و اینکه اینها همکاری با دولت جمهوری اسلامی کردن یا نشوندن یک هواپیما، اتفاقا من فکر می‌کنم این دامن زدن به همون پیچیدگی‌هایی است که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی داره میگه و امروز رژیم داره ادعا می‌کنه که عملا در یک عملیات پیچیده اینو از دست سرویس‌های امنیتی خارجی درآوردن. ما می‌دونیم سرویس‌های امنیتی خارجی اساساً کاری به ایشون ندارن، اساساً مسئله‌شون نبوده،
بوده و این کارکرد دستگاه امنیتی به این ترتیب نیست و من فکر نمی‌کنم هیچ دولت اروپایی با دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به این ترتیب همکاری بکنه و باید هنوزم برای ما مشخص نیست اینو وزارت اطلاعات یا به چه ترتیب بوده و دستگیر کردن که این رو به حساب اطلاعات سپاه می‌ذارن. می‌بینیم اخیراً گفته شد پهپاد آمریکایی رو هم حتی این در واقع ارتش جمهوری اسلامی بود که سرنگون کرد برای اینو به پای سپاه پاسداران گذاشتن برای بزرگنمایی سپاه، برای قدرت نمایی سپاه پاسداران. اما شرایط در اینجا ببینید، ما در ایران اساساً میدونیم که سانسور هست، میدونیم رسانه آزاد نیست، میدونیم جریان اطلاعات در واقع رد و بدل شدن اطلاعات نیست. یکی اینه، مسئله بسیار بسیار مهمیه. مسئله بعدی بایستی این رو هم توجه بکنیم که خود اخباری که اینجا خوب منتشر میکرد آمدنیوز اخباریست جنجالی و خب میدونیم در شرایطی که مردم زیر فشار هستن، انواع اقسام محدودیت ها رو احساس میکنن، این اخبار جنجالی تا کجا میتونه مؤثر باشه و افرادی رو به سمت خودش جذب کنه. آقای واحدی شما چی فکر میکنید؟ آمدنیوز روح الله زم بود یا افرادی که احتمالاً با دادن سندهایی به او جریان رو هدایت میکردن اونطور که آقای مصداقی میکن؟ ببینید، در دوره 3-4 ساله که آمدنیوز هم دوره نشو و نماش بود هم دوره بعضاً بشمون، دیدیم که بعضی از خبرهایی که داد، یا درصد قابل توجهی، نمیگم اکثریت، ولی درصد قابل توجهی از خبرهاش به هر حال نشانه هایی از درستی درش بود و بعضی خبرهایی که میداد بعداً اعتراف میشد به درست بودنش، خبرهایی که شون در مورد فساد قوه قضاییه داد و غیره. تلفیقی از این که یک سری اخبار محرمانه که بعداً تایید شد و بدنامی حکومت که هر کانالی، هر سایتی، هر رسانه علیه حکومت خبررسانی بکنه، اولین فرض مردم برش اینه که درست میگه. تلفیق این دو تا باعث شد که آمدنیوز بتونه یک در واقع اقبال خوبی داشته باشه و این هم اتفاقی نمیتونه باشه. عرض میکنم به هر دو دلیل، یعنی که بعضی از خبرهاشون درست بود، تعداد زیادی از خبرهاشون درست بود و بعد هم همون که آقای مصداقی هم اشاره کردن، وجود سانسور، عدم وجود یک رسانه آزاد و مستقل، و یک مقدار هم باید اعتراف کنیم که آمدنیوز در سوار شدن بر موج موفق بود به دلیل شرایطی که در کشور هست. اما من یه نکته‌ای هم اینجا پیشاپیش بد نیست بگیم قبل از اینکه اتفاق بیفته. ببینید، آقای زم هر اعترافی بکنه در ساعات آینده و در روزهای آینده و ماه‌های آینده، چه اعتراف بکنه که من مدحی بودم و عامل جمهوری اسلامی، چه اعتراف کنه عامل صهیونیست، به هیچ عنوان ارزش نداره. سابقه بسیار رسوای جمهوری اسلامی در انتشار اعترافاتی که بعداً موجب رسواییشون شده، ارزش هر نوع اعتراف رو از بین میبره. مهم هم نیست، عرض میکنم آقای زم به عملیات جمهوری اسلامی اعتراف کنه یا عملیات صهیونیسم بین المللی. آقای مصداقی چی فکر میکنید با این اتفاقی که افتاد و مستندی که پارسال هم منتشر شد، جریان آمدنیوز و فردی مثل روح الله زم به آخر خودش رسیده؟ ببینید، آمدنیوز که قطعاً به آخر خودش رسیده، من این رو باید خدمتتون عرض کنم، من برخلاف نظر آقای واحدی معتقدم که اکثریت بالای اخبار، به خصوص اکثریت قریب به اتفاق اخبار به اصطلاح محرمانه‌ای که ادعا می‌کردن از بیت رهبری، درون بیت رهبری و در واقع از نهادهای امنیتی رژیم بیرون میاد، اینا تماما دروغ بود. میدونیم اینا حتی تاکید میکرد خبر بین خامنه‌ای و مشتبه و نمیدونم قاسم سلیمانی رو اینا یا جعفری رو اینا انتشار میدادن. ببینید، بارها مطرح کردن حتی اخبار بسیار بسیار ابلهانه ای رو مبنی بر اینکه 248 میلیارد دلار پول رژیم جمهوری اسلامی در آفریقای جنوبی داره، روحانی می‌خواسته بیاره ایران، خامنه ای نذاشته. بعد یا اخباری مبنی بر اینکه 2 میلیارد دلار رو پول رو دادن سوریه، نمیدونم، و هر روز شما میدیدید نمیدونم پاسپورت کانادایی، پاسپورت انگلیسی لاریجانی ها دارن. مشخص بود داستانی که سر لاریجانی مطرح میکردن سرش توی احمدی نژاد بود، جناح احمدی نژاد بود. این که من عرض میکنم فاضلاب امنیتی، به خاطر اینکه احمدی نژاد اینها نمیتونستن مسائلشون رو رأساً در داخل کشور مطرح کنن، از طریق آمدنیوز مطرح میکردن. اون جناح هم همین کارو میکرد. شما میدونید بارها گفتم خامنه‌ای داره میمیره، خامنه‌ای تو زیر زمین نمیدونم خود بیت رهبری اونجاست. آقای مصداقی اجازه بفرمایید که آقای واحدی جواب بدن. ببینید، من هم عرض کردم، نگفتم تاکیدم که گفتم اکثریت نه، ولی تعداد زیادی از اخباری که ایشون در مورد فسادهای قوه قضاییه گفت، اخباری که بعضن
فقط جنبه اخبار محرمانه رو نگیم، خبررسانی هایی که در قضیه 96 میکرد، کسی نمیتونه انکار کنه که اصلا کینه جمهوری اسلامی از روح الله زن به آمد نیوز به خاطر خبرهای درستش، نه خبرهای غلط. خبرهای غلط که اتفاقا به نفع جمهوری اسلامی، یعنی هر وقت خبر غلطی بعد لو رفته اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی حظ کرده. من بحثم اینه قطعا، اتفاقا مثلا زمانی که آقای زم خیلی تاکید داشت بگه دختر آقای لاریجانی جاسوس رسمی انگلیسه، من به یه طعنه نوشتم که جمهوری اسلامی و انگلیس آقای جواد لاریجانی دارن، نیاز ندارن دختر صادق لاریجانی براشون جاسوسی بکنه. یعنی من خودم هم طعنه به آمدنیوز بارها زدم. اما که بگیم قریب به اتفاق و بلکه همه اخبار دروغ بود، خب اگر این بود که اصلا جمهوری اسلامی انقدر حساس نمیشد. اینکه ما به دلیل اینکه یک رسانه‌ای به دلیل میزان سواد رسانه‌ای افراد و میزان حالا صداقتشون یا عوامل دیگه دروغ هم میگفته یا خالی بندی هم میکرده یا اخبار غیر دقیق هم منتشر میکرده، دلیل نمیشه که بگیم این رسانه به هیچ وجه مورد بغض و کینه جمهوری اسلامی نبود و هیچ کاری نمیکرد که جمهوری اسلامی در واقع بغض داشته باشه. به گمان من اون چیزی که اتفاق افتاده مجموعه ای از اخبار راست و دروغ بود، اما قبلا عرض کردم به دلیل بدنامی جمهوری اسلامی که هر خبری علیهش منتشر بشه، فرض اول مردم صحت اون خبره، آمدنیوز بر این موضوع سوار شد. خیلی ممنونم از مجتبی واحدی تلگر مسائل سیاسی از واشنگتن و ایرج مصداقی تلگر مسائل سیاسی از استکهلم سوئد با ما. مازیار خسروی روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه اینترنتی فراز از تهران با ما هستند. آقای خسروی، در اوج اعتراض‌های دی ماه 96 آمد نیوز رو میبستن، به محض اینکه میبستن صدها هزار نفر، گاهی وقتا بالای 1 میلیون نفر در زمان بسیار کمی عضو کانال جدید آمد نیوز میشدن. چطور تا این اندازه مورد توجه واقع شد، اقبال کسب کرد؟ سلام بر شما و بینندگانتان. به نظر من باید پدیده آمد نیوز رو در یک بستر بزرگتری بررسی کرد. آمد نیوز البته از جانب همکاران روزنامه‌نگار من و کسانی که در داخل ایران کار میکردن هرگز به عنوان یک اتفاق رسانه‌ای بهش نگاه نشد. هیچ کس این رو به عنوان یک رسانه نمیپذیرفت. رسانه به هر حال سازوکار خاص خودش رو داره. آمد نیوز هرگز رسانه نبود به اون معنی رسانه حرفه‌ای که در پی اصول حرفه‌ای رو رعایت میکنه و در پی کشف حقیقت است. آن چیزی که آمد نیوز بهش میپرداخت یک خلایی بود که ایجاد شده بود به دلیل محدودیت هایی که برای رسانه های رسمی و رسانه های داخلی در کشور وجود داشت و فاصله گرفتن گام به گام مخاطبان از رسانه های رسمی و حتی روزنامه ها و چیزهایی که در داخل کشور گفته میشد و اون فاصله ای که ایجاد شده بود، فشار و سانسوری که وجود داشت، منجر این شد که یک توده مردم، بخشی از مردم بخوان که اخبار محرمانه و اون چیزهایی که به نظر خودشون میامد که رسانه ها قادر به گفتنش نیستن رو از جای دیگری پیگیری کنن. ولی این پدیده مشخصا اصلا کار رسانه ای تلقی نمیشد. کارهایی که انجام میداد، سندهایی که مطرح میکرد، راست و دروغش رو من نمیدانم. گمانم این هست به عنوان یک کسی که سالیان سال روزنامه‌نگاری کرده، بخش بزرگ این ماجرا دروغ بود و البته یک، اگر بخوایم آمد نیوز رو در واقع تحلیل بکنیم، من در مجموع به عنوان یک رسانه فیک نیوز بهش میپردازم. یک فیک نیوز هم بر اساس اصول این شکل از اطلاع رسانی آمیختگی راست. بله، استدلال شما رو میفهمم که بسیاری از مواقع سوار بر موجی میشد که ممکنه در اون مبالغه صورت گرفته باشه، اعداد درست نباشه، ارقام درست نباشه، مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی این رو هم نباید فراموش بکنیم که عده زیادی از مخاطبان توجه میکردن و برای همین سایت، مثلا برای همین کانال تصویر میفرستادن. پدیده شهروند خبرنگار در اونجا نمود پیدا میکرد. خب طبیعی است یک همچین فضایی وقتی ایجاد می شود، یک همچین رسانه‌ای که بینام و نشان هست، معلوم نیست سرش کجا هست، هنوزم که هنوز هست هیچ کس نمی دانه واقعا منشأ این ماجرا چه بوده است، طبیعی همچین رسانه‌ای نشو نما پیدا می کنه. شاید میگن به قول آرنت، آن چیزی که هیچ چیز ممکن نیست و همه چیز ممکن بود. یعنی شما بزرگترین چیزها رو می‌دیدی در این رسانه، ولی در این حال به هیچ وجه هم نمی‌تونستی بهش اعتماد کنی. بعد از یک مدت اتفاقا انگار اون شهوت دانستن پشت پرده‌ها رو به گونه‌ای ارضا می‌کرد و به هیچ جایی هم نمی‌رسید. مردم
به یک جایی رسیده بودند با این رسانه اگر میخواست بهش توجه بکنید. روزهای اول شاید خیلی بهش مراجعه میشد، ولی وقتی که گذشت، یه مدتی که گذشت، هر چقدر که گذشت بی‌اعتمادی نسبت بهش بیشتر شد و در این مقاطع آخر من فکر نمی‌کنم کسی اصلا اخباری که آیا مدنیوز میذاشت رو جدی میگرفت. اینکه شما بخواید تحلیل بکنید بگید این روزنامه، این رسانه مثلا فلان تعداد عضو دارد یا ممبر دارد، بعد اینقدر ذریب نفوذ دارد، من اینو خیلی نمیپذیرم. فکر نمی‌کنم این قضیه اینقدر باشه. البته در این سالیان یک مشکل اساسی وجود به وجود اومد، خیلی از روزنامه نگاران زیر فشار قرار گرفتن به ناحق به دلیل در واقع اتهام یا شک ارتباط با آمد نیوز. شما به هانا آرنت انتشار کردید، فیلسوف آمریکایی آلمانی، درسته؟ خب ولی این رو هم میخواستم از شما بپرسم که گرفتن روح الله زم و بستن کانال حالا کم و بیش پرطرفدار او پایان او تلقی میشه؟ ببینید ممکنه پایان ایشان باشد و رسانه‌ای و این رسانه که نمیشه گفت این کانالی که داشتن، ولی اگر منظورم اینه که این پدیده دیگه تموم میشه با این دستگیری؟ من گمان نمی کنم، یعنی تا وقتی که ما آزادی به رسانه های داخلی ندیم، امکان پرسشگری برای روزنامه نگاران رسانه های داخلی فراهم نشود، حالا امروز آقای زم نشد یک آدم دیگری، آمد نیوز نشد، نمیدونم رفت نیوز ممکنه درست بشود. ماجرا این است که باید فکر اساسی کرد و قضیه رو به درستی تحلیل کرد. چرا این اتفاق افتاد در یک مقطعی؟ یه جایی آمد نیوز در سال 96 مشخص آمد رسما آموزش درست کردن مواد منفجره گذاشت. خب این دیگه کار رسانه ای نیست وقتی که شما، و اون منجر به این شد که بسته شد و بعد دوباره به این شکل صدای مردم آمد. وقتی یک رسانه ای یک همچین کاری انجام میدهد، خب نمیدونم در چارچوب رسانه میشه ازت بهش پرداخت یا نه. اینکه این آقا با چه کسانی مرتبط بوده است، اینکه چگونه بهش اطلاعات رسیده است، من نمیدونم. اصلا مسئله منم نیست، مسئله همکاران من هم نیست، مسئله ما آن چیزی است که منجر شاید بستری فراهم بشه، یک همچین هرزنامه، یک همچین در واقع کانالی که معلومی سرتش به کجاست بتواند در یک دوره‌ای بحران سازی بکند و یک دوره‌ای ماجراهای عجیب و غریبی تو این کشور ایجاد بکند و برای بقیه دردسر ایجاد بکند. آقای خسروی، تصور من بر اینه که خب شما با علاوه بر اینکه با فضای رسانه‌ای در داخل آشنا هستید، از ایران رسانه‌های خارج از کشور رو هم زیر نظر دارید. در ایران محدودیت هست، سانسور هست، تقریبا همه میدونن، ولی چطور بود که آمد نیوز بعضی از فرصتها رو از رسانه های خارج از ایران هم میگرفت، رسانه هایی که دست بازی داشتن برای پرداختن به موضوعات؟ ببینید روش هایی که استفاده میکرد خیلی روش های پیچیده ای نیست. به قولی گوگل دهه ها پیش گفته بود دروغ هرچه بزرگتر باورپذیرتر. شما وقتی یک حرف های پشت پرده ای به ظاهر مطرح میشد، آقا فلان جلسه محرمانه در فلان جا بوده است، خب آدم ها ممکن بود در لحظات اول جذب بشن، چون به هر حال این میگن شایعه یه فرمول ساده‌ای داره، ابهام ضرب در اهمیت. وقتی هر چقدر این اگر هر کدوم از اینا رو شما صفر بکنید شایعه شکل نمیگیره دیگه. من آمد نیوز در این چارچوب بررسی میکنم، اگر ابهام در داخل وجود داشت، اگر مسائل رو میشد روزنامه‌نگاران داخل از کشور داخل کشور آزادانه پیگیری بکنه، یک همچین چیزی شکل نمیگیره. و من نگرانیم این هست که تا وقتی که این بستر وجود داشته باشه، امکان رشد و نمو از این دست پدیده ها باز هم در آینده پیش بیاد. برداشت من اینه که اشارتون مشخصا به خبرهای دروغ یا فیک نیوزی هست که الان به عنوان یک روند در شبکه‌های اجتماعی بهش نگاه میشه. خب ولی این در آمریکا هم هست، در روسیه هم هست، در جاهای مختلف دنیا هست، در موردش حرف زده میشه. در این صورت چطور میشه انتظار داشت که در ایران چنین پدیده‌ای نشو و نماش کم بشه یا ادامه پیدا نکنه؟ خیلی ساده است. اون خبری که پخش میشه، اگر امکان پرسشگری در مورد اون و پیگیری و تحقیق در مورد اون برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و روزنامه‌نگاران که در رسانه‌های رسمی دارن کار، منظورم رسانه رسمی، منظورم رسانه دولتی نیست به هیچ وجه، منظورم رسانه‌ای که نام و نشان داره، رسانه‌ای که مشخص ساختارش و اینکه از کجا داره کار میکنه، اگر فراهم بشه طبیعتاً حتی اگر یک فیک نیوزی هم منتشر بشه، امکان اینکه در یک زمان کوتاهی درستی یا نادرستیش مشخص بشه وجود داره. ولی وقتی این فضا وجود نداره،
و یک فضایی وجود داره که همه ناگزیر هستن فقط فاصله بگیرن. در یک مقاطعی گفتم برخی از همکاران من زیر فشار قرار گرفتن به ناحق به دلیل به اتهام ارتباط با آمدیوز. بعد هم مشخص شد هیچ کدوم از اینها صحیح نبوده است. اصلا همکاران روزنامه‌نگار حرفه‌ای در ایران این رسانه رو جدی نمی‌گرفتن که کسی بخواد باش کار بکند. یک بخشی از توده مردم در یک دوره‌ای به گمان من فریفته شدند به دلیل همون چیزهایی که گفتم و در نهایت اون بخش هم هر چقدر که میگذشت به گمان من اعتمادشون رو از دست داده بودند یا میدادند. یعنی اینگونه نبود که دیگر به این رسانه کسی اعتماد داشته باشد، به این کانال کسی استناد بکند. هرگز من ندیدم کسی شبیه حرفایی بود که توی تاکسی زده میشه دیگه، یعنی دوستان بیدند این حرفا زیاد زده میشه. سپاسگزارم از مازیار خسروی، روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه اینترنتی فراز از تهران. بابا یگانهایی از ارتش سوریه تنها چند ساعت بعد از توافق با نیروهای کرد وارد مناطقی از شمال سوریه شدند که ارتش ترکیه در آن مشغول پیشروی است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که تحریم‌های سنگین علیه ترکیه در راه است. اتحادیه اروپا فروش تسلیحات به ترکیه را محدود کرده و روسیه به همه طرف‌های درگیر هشدار داده کاری نکنند که بحران سیاسی را وخیم‌تر کند. اما رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرده که عملیات تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دیروز بعد از ظهر در نزدیکی رأس العین در همجواری مرز با ترکیه اتومبیل‌های اول این کاروان از غیر نظامیان، جنگجویان کرد و خبرنگاران هدف آتش نیروهای ترک قرار گرفت. اینجا 9 نفر کشته شدند، از جمله خبرنگار یک کانال تلویزیون محلی، 2 خبرنگار فرانسوی و 4 خبرنگار محلی هم مجروح شدند، ظاهرا در یک حمله هوایی به این کاروان. در لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه که 6 روز پیش شروع شد تا کنون بیش از 60 غیر نظامی کشته شدند و بیش از 100 جنگجو از هر دو طرف این جنگ. و این 30 کیلومتر به طرف جنوب در تل تمر ورود نیروهای سوری به شهر در تصاویری از تلویزیون سوریه، تصاویری از استقبال مردم از نیروهای سوری. دیروز کردهای شمال سوریه از این نیروها برای مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای طرفداران دعوت کردند. این مرد میگوید خدا را شکر میکند که ارتش سوریه به کمکشان آمده. او میگوید اردوغان باید به سزای اعمالش برسد. میگوید این عکس بشار اسد را مخفی کرده بود ولی امروز روز نشان دادن آن است. ترکیه میگوید میخواهد نواری حائل بین ترکیه و سوریه به عمق 32 کیلومتر ایجاد کند برای اسکان آوارگان سوری که به ترکیه پناه بردند. نواری به درازای حدود 500 کیلومتر که بخش مهمی از کردستان سوریه و شهرهای کردنشین را شامل میشود. در طلبی از یکی دیگر از شهرهای شمال سوریه در همجواری مرز با ترکیه فرار غیر نظامیان در میان پیشروی نیروهای سوریه طرفدار ترکیه. اینجا این نیروها پرچم کردها رو پایین میبرند و پرچم سوریه رو بالا میبرند. اوضاع پیچیده شمال سوریه حالا خطر رویارویی این نیروها رو با نیروهای ارتش سوریه بالا برده که از حمایت روسیه برخوردارند. در سفری به آذربایجان امروز رئیس جمهوری ترکیه درخواست‌های جامعه بین‌المللی را برای عقب کشیدن نیروهایش رد کرد. علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها ما مصمم هستیم که این عملیات را تا آخر ادامه بدهیم. روشن بگویم ما حتما کاری را که شروع کرده ایم تمام می‌کنیم. در شهرک عین عیسی این نیروهای بیشتری از ارتش سوریه که وارد شدند. روسیه از همه طرف‌ها خواست است که خیشتنداری نشان دهند. از سوی دیگر با بالا گرفتن خطر درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار، یک مقام آمریکایی گفته است به همه نیروهای آمریکایی در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی حدود 1000 نفر دستور داده شده که سوریه را ترک کنند. امروز اما بخشی از این نیروها هنوز در نزدیکی کوبانی همچنان متوقف بودند. در منطقه علیه شمال شرق سوریه تشییع جنازه 6 نفر که دیروز در یک حمله نیروهای ترکیه کشته شدند در یک حمله غافلگیر کننده. در میان کشته شدگان هروین خلف رهبر یکی از احزاب کرد
کسی با شهرتی برای کوشش‌های مداوم برای ایجاد صلح در منطقه. جسد او با اثر گلوله‌های متعدد حاکی از اعدام است از فاصله نزدیک از سوی نیروهای سوریه طرفدار ترکیه، احتمالاً یک جنایت جنگی. کسرونجی بی بی سی. ماکس آبرامز استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورس ایسترن از بوستون آمریکا. آقای آبرامز نویسنده کتابی درباره داعش و رهبرش ابوبکر بغدادی است با نام قواعد شورشیان، روش پیروزی در تاریخ پیکارجویی. آقای آبرامز، رئیس جمهوری آمریکا چندان نگران اعضای داعشی که از زندان‌ها فرار کردند نیست. از نظر شما آیا اونها تهدیدی علیه آمریکا به حساب میان؟ صد درصد. اینها برخی از خطرناکترین تروریست های جهان هستند و اگر ما قبول داشته باشیم که کردها 12,000 زندانی داعش رو در اختیار دارند از سرتاسر جهان، بنابراین انتظار ما این است که اگر اینها آزاد بشن، خیلی از اونها دوباره به کشورهای دیگر مثل ترکیه یا اروپا خواهند رفت یا حتی به آمریکا خواهند رسید. بنابراین واقعا جنون‌آمیزه که فکر کنیم که این یک اولویت نباشه برای آمریکا. از نگاه تروریست ها اگه به اونها نگاه کنیم، اولویت بزرگشون، اولین اولویتشون همین خواهد بود. آقای ترامپ میگه که اونها اگر تهدیدی باشند علیه اروپا هستند. محدودیت هایی که دولت آمریکا وضع کرده رسیدن اونها رو تقریبا به آمریکا غیر ممکن میکنه. ارزیابی شما چی؟ فکر میکنم اگه بخوایم پیش بینی کنیم که اینها کجا خواهند رفت، شاید بهترین جایی که باید بهش نگاه کرد اینه که از کجا اومدن در درجه اول. و این درسته که بسیاری از این به اصطلاح فارن فایترهای داعش از اروپا اومدن و نه از آمریکا و به دلایل اجتماعی مختلف. مثلا خیلی وقتا گفته شده که در داخل آمریکا جامعه مسلمان نسبتاً خرسند و راضی هست در مقایسه با مثلا مسلمان‌ها در بلژیک یا فرانسه یا حتی بریتانیا. با وجود این هیچ تضمینی وجود نداره، بنابراین اگرچه خیلی سخت‌تر باشه که به آمریکا بیان و خب به اروپا خیلی نزدیک‌تر باشن، نباید لزوماً اون گزینه رو نفی کنیم و یا نادیده بگیریم. این افراد نه فقط تهدیدی به عنوان تهدیدهای فردی هستند که بتونن به صورت انفرادی حمله های تروریستی انجام بدن، بلکه به عنوان یک گروه و از نظر ایدئولوژیک میتونن که دوباره خودشون رو سازماندهی بدن و خشونت رو از راه دور، حتی از طریق مثلا اینترنت گسترش بدن، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به نیروهای خودشون، به همفکران خودشون در داخل آمریکا آموزش بدن یا انگیزه بدن که حملاتی رو هدایت کنن و انجام بدن. بنابراین بحث جغرافیایی خیلی اینجا مهم نیست. دولت سوریه، ارتش وفادار به بشار اسد در حال پر کردن فضایی هست که در اختیار کردها بوده. به نظر میاد که گام آمریکا باعث شده یک پیروزی بسیار آسان در اختیار بشار اسد قرار بگیره. اینطور فکر نمی کنید؟ بله، هفته گذشته واقعا هفته خیلی عالی بود برای اسد، برای اینکه اولین و مهمترین متحد آمریکا در سوریه کردها بودند. SDF یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش اصلیش یگانهای حمایت از خلق بودند، یعنی YPG، اونها الان در وضعیت دشواری قرار گرفتند و این ترس وجود داره که در هجوم ترکیه به قلمرو سوریه بدون حمایت آمریکا نابود و قلقم بشن.
بنابراین اسد قادر هست که بیاد بگه که به اینها کردها بگه خب ببینید آمریکایی از شما حمایت نمی کنند ولی ما اینجا هستیم و شما باید بیاییم و با ما سازش کنیم. از طرف دیگه اسد راضیه برای اینکه به این ترتیب بتونه قدرت خودش رو به همه کشور گسترش بده و این تصویر در اختیار داشتن عنان قدرت رو به همه کشور بست بده و چنین تصویر از خودش ارائه بده. همینطور ارتش سوریه میتونه نفوذ خودش رو گسترش بده و چنین تصویری از خودش ارائه کنه. و بعد بازیگر دیگر ترکیه است و نیروهای شورشی مورد حمایت ترکیه. حالا بیشتر تبلیغات جهانی، بیشتر تبلیغات یا شبکه‌های خبری در واقع خصومت دارند و نگاه منفی دارند به نیروهای ترکیه، نه به نیروهای سوریه. بنابراین اسد به مراتب داره از یک تصویر بهتری بهره‌مند میشه در مقایسه با دشمنان خودش، و دشمنان خودش که نیروهای تحت حمایت ترکیه باشن، اونها دارن تصویر منفی تری رو ازشون در رسانه‌های جهانی شاهد هستیم. آمریکا تقریبا نیروهای خودش رو از سوریه خارج کرده، البته هنوز تعدادی از اونها در بعضی از نقاط هستند. آقای ترامپ بیشتر نگران جیب آمریکایی هاست تا نگران مسائل سیاسی یا اجتماعی به نظر میاد. آیا خارج شدن آمریکا از سوریه به این شکل و سیاست‌های دولت آمریکا در خاورمیانه پیامدهای اقتصادی برای آمریکا نخواهد داشت؟ خب آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش قبل از رئیس جمهور شدن درباره این جنگ‌های بی‌پایانی که آمریکا در اونها دخیل و درگیر شده بود صحبت زیادی کرد و انتقادهایی کرد از مثلا کلینتون و اوباما و اون چه که در لیبی انجام دادن، و گفتش که می‌خواست که به اشغال بی‌پایان آمریکا در افغانستان اشاره کرد. بنابراین این اقدام او برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه همسو است و هماهنگ است با اون تبلیغات خودش و اون گفتهای خودش. ولی به اعتقاد من آمریکایی‌ها وقتی نیروهای پول بسیار زیادی رو هزینه کردن و صرف کردن برای این جنگ‌های به اصطلاح بی‌پایان، این درسته، من این رو قبول دارم. ولی اتفاقی که میفته وقتی آمریکا یه چیز حدود 50 نیروی آمریکایی رو از مرز خارج میکنه، از مرز سوریه و ترکیه خارج میکنه، این هزینه بسیار بیشتری داشته و پیامدهای بسیار منفی اون، وقتی که اگه بخوام پیامدهای بسیار منفی اون رو نگاه کنیم، الان در جنگ سوریه به نظر میرسه که جنگی که رو به پایان بود در سوریه انگار که داره دوباره جون میگیره و دوباره داره شعله ور میشه. و حالا این صحبتی هم که میکنه درباره مثلا وضع تحریم ها علیه ترکیه، خب ممکنه که بهای اون رو ترک‌ها در درجه اول بپردازن، ولی خب این تحریم‌ها یک بهایی هم برای خود آمریکایی‌ها خواهد داشت. بنابراین این که منافع مادی داشته باشه این تصمیم آقای ترامپ برای خارج کردن نیروها، من خیلی قانع نشدم. ممنونم از مکس آبرامز، استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ما. لندن میزبان کنفرانسی تجاری بود با حضور مقام‌های ارشد دولت افغانستان از جمله 5 وزیر کابینه. آنها در این نشست سرمایه‌گذاران غربی را تشویق کردند تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. مقام‌های افغان می‌گویند با وجود ناامنی افغانستان سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در زمینه فراهمسازی فضای تجارت و کسب و کار داشته، علی‌رغم کاهش کمک‌های جهانی و ادامه جنگ. ولی ارزیابی‌های مستقل نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های متعدد رو به سقوط بوده. گفتگوی داشتم با مصطفی مسرور، وزیر اقتصاد افغانستان، که برای شرکت در این کنفرانس به لندن آمده. از آقای مسرور پرسیدم با وجود وضعیت وخیم امنیتی چقدر تشویق سرمایه گذاران خارجی برای وارد شدن به بازار افغانستان واقع بینان است. خب سرمایه گذاری در هر جای شرط اولش مسئله ثبات است، چه ثبات امنیتی باشه چه ثبات سیاسی باشه. ما فکر میکنم که در افغانستان با چشمانداز صلحی که همه به او امیدوار هستند، از امیال ذوق زده کرده یک تعداد سرمایه‌گذارا را در نقاط مختلف جهان به شمول
انگلستان تا فرصت ها را از قبل شناسایی بکنن و این فرصت ها از دستشان نره. ولی بدون شک اگر اوضاع امنیتی در افغانستان بیشتر از این بهبود پیدا نکنه، شاید چشمانداز سرمایه گذاری بهتر نباشه. ولی برنامه هایی را که ما داریم ارائه می کنیم برای سرمایه گذارا در حالت عادی هم، در این حالتی که فعلا مارکت افغانستان مارکت واردات ازی بالاتر از 8 میلیارد دلار خدمات و اجناس است، می تانه که سرمایه های بزرگ را جلب بکنه ولو مسئله امنیتی مشکل باشه. ولی آقای مستور، ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که حتی اعضای خانواده مقامهای ارشد حکومتی هم نمیتونن به اوضاع امنیتی اطمینان کنن، عمدتا در خارج زندگی میکنن. خب فرق میکنه بین از اینکه کسی سرمایه گذاری میکنه و از او مفاد به دست میاره و او تجربه از زیره داره و نسبت به اینکه خانواده های کسایی که به خاطر درس یا به خاطر مشکلات امنیتی دیگه شاید بیرون از کشور باشن. ولی فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های تجارت و بزنس چیزهایی است که ولو در شرایط ناامن و یا شرایط تا اندازه بی ثبات هم کارهای در چهار گوشه دنیا ادامه داره. وضعیت سیاسی هم ناروشنه، نتایج انتخابات معلوم نیست، از یک انتخابات افغانستان تازه بیرون اومده. یک سرمایه گذار چطور میتونه برنامه ریزی کنه در چنین شرایط ناروشن؟ خب معمولا سرمایه گذارا و اینا برنامه هایشان برنامه های یک روز، دو روز و یا هفته آینده، ماه آینده نیست. اونا می خواهند فرصت ها را شناسایی بکنند، بالای از او ریسرچ و تحقیق بکنند و برنامه هایشان را آماده بکنند برای فرصت هایی که احتمالاً به وجود بیاید در ماه های آینده. بازم من میگم که چشمانداز صلح در افغانستان قوی شده میره و یک تعداد سرمایه گذارها را تشویق کرده به این که از امیال دست و آستین بر بزنند و برای فرصت های داخل افغانستان آمادگی بگیرن. آقای وزیر، از کلیات اگر بگذاریم، شما به عنوان وزیر اقتصاد به بخش خصوصی در بریتانیا مشخص ترین قولی که میتونید بدید، مشخص ترین پیامی که میتونید داشته باشید چیه؟ فکر میکنید که چه کاری از طرف شما، چه حرفی از طرف شما اونها رو تشویق میکنه به سرمایه گذاری؟ قسمت اول کاری که ما امروز در این کنفرانس سرمایه گذاری پنج وزیری که از افغانستان شرکت کرده بود، نشاندهی فرصت های استثنایی است که برای سرمایه گذارهای بیرونی جالب توجه است. قسمت دومی است که چه کارها و اصلاحاتی صورت گرفته تا اونا متیقن شوند، اعتقاد پیدا بکنن که بله واقعا میتونه سرمایه گذاریشان پرمنفعت باشه. مثلا شاخص کسب و کار را که در همه دنیا همه ساله کشورها را دبندی میشن، پیشرفت هایی را که افغانستان در سال گذشته داشت 16 مرتبه بهبود پیدا کرد، در بخصوص در قسمت آغاز سرمایه گذاری و اینا، ما اونا را برشان یک بار دیگه تاکید کردیم و نشان دادیم و کارهای دیگه را که در ظرف یک سال گذشته در ارتباط صورت گرفته. ولی مهمتر از همه ارائه ارقام، حقایق و فرصت هایی است که بدون شک این سرمایه گذارا نه تنها در بریتانیا بلکه در کشورهای دیگه هم تجربه های زوره دارن و اونا بدون از اینکه ما بر از اونا بوره به جزئیات بگوییم، وقتی اونا میشنون از مواردش خودشان تحقیق خود را میکنن. آقای مستور، شما از چهرهای نزدیک به عبدالله عبدالله هستید، از کاندیداهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی. از نظر شما کمیسیون انتخابات چطور عمل کرده؟ کی مردم افغانستان تصویر روشنتری خواهند داشت؟ من مطمئن هستم که در 2014 یک انتخابات خوبی نداشتیم. همه مردم و همچنین انتخابات 2018 یک انتخابات خوبی نبود و به می خاطرم بود که یک تعداد از اعضای کمیسیون قبلی انتخابات با مشکلات مواجه شدن. من مطمئن هستم که اعضای کمیسیون فعلی با در نظر داشته مسئولیت های خطیری که در ارتباط دارن کارشان باید بهتر انجام بدن. مردم افغانستان از اونها انتظارات خاصی داره. ما همه
متوقع از این هستیم که انتخابات 2019 به مراتب بهتر از انتخابات 2014 باشه تا یک نتیجه روشن را از آرای واقعی مردم افغانستان داشته باشیم. من فکر میکنم که کمیسیون تحت فشار جدی از جانب مردم افغانستان، از جانب احزاب سیاسی و کاندیداها قرار داره تا کارشان بهتر انجام بدن. مصطفی مستور بود، وزیر اقتصاد افغانستان. شرکت ملی نفت ایران میگوید در جنوب این کشور یک میدان گازی جدید کشف کرده، میدانی که نامش را ارم گذاشتند. به گفته این شرکت حجم گاز این میدان قابل توجه است. شبنم شبانی نگاهی کرده به ویژگی های این میدان گازی و برنامه ها برای توسعه آن. شعله های آتش بر روی یک میدان گازی جدید در ایران، میدانی که نامش را ارم گذاشتند. این میدان در مختصات 200 کیلومتری جنوب شیراز، 25 کیلومتری جنوب غربی شهر خنج در استان فارس و 60 کیلومتری شمال عسلویه در استان بوشهر قرار دارد. با کشف این میدان جدید، حالا مشخص شده میدان گازی کوچکتر باغون که پیشتر کشف شده بود، بخشی از میدان ارم است. شرکت ملی نفت ایران میگوید بعد از ماه‌ها کار کارشناسی و 9 ماه حفاری از وجود این میدان گازی مطمئن شده بود. حالا معاون توسعه و مهندسی این شرکت میگوید ابعاد میدان و کیفیت گاز آن قابل توجه است. حجم ذخیره گاز در جای میدان 19000 میلیارد فوت مکعب یا 19 TCF است که 13000 میلیارد فوت مکعب قابل استحصال است و این گاز، گاز مرغوب و شیرین هست و در واقع ضخامت لایه گازی حدود 400 متر از 3600 متر الی حدود 4000 متر و این ضخامت بالای برای یک مخزن گازی. به گفته وزارت نفت ایران حجم گازی که ارم ذخیره دارد معادل حدود 16 سال گاز مصرفی استان تهران است، یعنی 11% مصرف گاز کل کشور، برابر مصرف یک سال گاز سه کشور اتریش، مجارستان و رومانی. اگر یک محاسبه اقتصادی انجام بدیم، کشف این میدان به معنی این است که بیش از 40 میلیارد دلار عایدات حاصل از گاز و میانات گازی این میدان خواهد بود. و حالا قرار شرکت‌های ایرانی گام بعدی فعالیت‌های اکتشافی رو با این قرارداد 500 میلیارد تومانی بردارند. با این حال پرسش عمده درباره رم برنامه توسعه آن است. با وجود تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد ایران گزینه‌ای جز شرکت‌های داخلی در نظر داشته باشد. همجواری ارم با دو میدان گازی دیگر کمک می‌کند برای توسعه اولیه این میدان از زیرساخت‌های موجود این میدان‌ها استفاده شود، اما بهره برداری از تمام ظرفیت‌های میدان امکانات بیشتری می‌طلبد، امکاناتی که ایران در نبودش نتوانسته حتی از پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، به اندازه شریک قطریش بهره ببرد. کشف میدانی با ابعاد ارم سرمایه بزرگ برای کشور است. حدوداً 19000 میلیارد فوت مکعب گاز در این مخزن هست. میتونه به مدت 40 سال اندازه یک فاز پارس جنوبی گاز تولید بکنه. ایران بدون کشف ارم هم دومین دارنده منابع عمده گاز طبیعی جهان است. اما به نظر میرسد تا بهره مند شدن از مزایای این موهبت طبیعی در همین ابعاد راه درازی در پیش دارد. شبنم شعبانی، بی بی سی. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در مراسمی رسمی بازگشایی پارلمان، برنامه دولت بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. در این مراسم فهرست 22 لایحه‌ای که دولت قصد داره به پارلمان ببرد ارائه شد. احزاب مخالف دولت رو متهم کردند که هدفش از برگزاری این مراسم استفاده از ملکه برای تبلیغات انتخاباتی بود و در هر شرایطی که وضعیت برگزیت نامعلوم است، بعید است بتوان این لوایح را به تصویب برسوند. بهرنگ تاجدین گزارش میده. بوق و کرنا برای مراسمی پرزرق و برق در میانه یک بحران سیاسی عمیق. مراسمی که در آن ملکه بریتانیا سوار بر کالسکه طلایی سلطنتی برای بازگشایی رسمی پارلمان راهی قصر وستمینستر می شود. مراسمی که در آن ملکه برنامه ای را می خواند که نخست وزیر نوشته. ملکه حق ورود به مجلس عوام را ندارد.
به همین خاطر قاصدی از طرف او می رود تا نمایندگان را به مجلس اعیان دعوت کند. این یکی از موارد نادری است که نخست وزیر و رهبر حزب اصلی مخالف شانه به شانه هم هرچند در سکوت قدم برمی دارند. ملکه الیزابت در این مراسم فهرست 22 لایحه‌ای را که دولت می خواهد به پارلمان ببرد خواند. لوایحی که از اجرای برگزیت و مبارزه با جرایم گرفته تا سرمایه گذاری روی اینترنت پهن‌باند و کم کردن آلودگی هوا بین آنها پیدا می شد. ولی احزاب مخالف می گویند بعید است چنین برنامه ای عملی شود. اگه این سخنرانی رو کسی جز ملکه انجام داده بود می گفتید آگهی تبلیغاتی حزب محافظه کاره. فهرستی از وعده هایی که فکر می کنند تو انگلستان براشون رای جمع می کنه. با نادیده گرفتن مسئله اصلی کشور یعنی برگزیت. سابقه نداره که چنین دولت مسخره‌ای داشته باشیم. دولتی که اکثریتش در مجلس منفی 45 در 100% رأی‌گیری‌ها در این مجلس شکست خورده و حالا اومده یه برنامه قانونی ارائه کرده که میدونه در این مجلس قابل تصویب نیست. ولی دولت میگوید این برنامه است که بریتانیا را به بهترین کشور دنیا تبدیل میکند. در شرایطی که ما برای به سرانجام رسوندن برگزیت در تاریخ 31 اکتبر آماده میشیم، برنامه‌مون رو برای ایجاد یک بریتانیای باز، جهانی و طرفدار تجارت آزاد ارائه میکنیم. بدون میهن‌پرستی افراطی یا بی‌احترامی به کشورهای دیگه، این کشور بهترین جای دنیا برای زندگیه. بهترین کشور دنیا. همزمان در بروکسل نمایندگان دولت بریتانیا به مذاکره با اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک توافق برگزیت جدید ادامه می‌دهند. توافقی که هنوز بعضی امیدوارند خیلی زود به دست بیاید. رسیدن به توافق تا آخر همین ماه ممکنه، حتی تا آخر همین هفته، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم. امیدوارم امروز بتونیم پیشرفت کنیم. تنها 3 روز تا نشست سران اتحادیه اروپا باقی مانده. اگر تا آن موقع توافقی حاصل نشود، برگزیت احتمالاً باز هم به تعویق می‌افتد. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، همه فکر می‌کنن که این برنامه به مرحله اجرا نمی‌رسه. چرا دولت این مراسم رو برگزار کرد؟ به نظرم دو دلیل عمده داره. دلیل اولش هزینه سیاسی بالاییه که دولت بوریس جانسون برای برگزاری این مراسم داده بود. ببین، قبل از برگزاری سخنرانی ملکه، مجلس بریتانیا باید برای مدتی معلق بشه. دولت اول برای 5 هفته تعلیقش کرد، اما کار در نهایت به دیوان عالی بریتانیا کشید و دیوان عالی بریتانیا حکم داد که دولت قانون شکنی کرده، چون به پایه‌های دموکراسی بریتانیا ضربه زده. مجلس دوباره کارشو از سر گرفت و دولت دوباره هفته پیش برای چند روز در واقع پارلمان رو مجددا معلق کرد تا بتونه این مراسم رو اجرا کنه. اون هزینه سیاسی باعث میشد که شاید دولت احساس میکرد هیچ راهی جز برگزاری این مراسم نداره. دلیل دومش اینه که در نهایت اینها خواسته های دولته. این برنامه‌ای که دولت امیدواره بتونه اجراش بکنه. ولی واقعیت اینه که در شرایط فعلی تا وقتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا نیومده بیرون، دولت فرصت اینو نداره که این لوایحو به مجلس بیاره. و وقتی هم که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، قضیه اینه که تعداد نماینده‌هایی که رسما طرفدار دولتن 40 و چند نفر کمتر از نماینده‌هایی که ظاهرا مخالف دولتن و در نتیجه امیدی به تصویب هیچکدوم از این لوایح ممکنه دولت نداشته باشه. ولی حداقل با برگزاری این مراسم میتونه این پیام رو به مردم بریتانیا، به رای دهنده‌ها در یک انتخابات پارلمانی بده که اینها کارایی که من میخوام بکنم. انتخابات پارلمانی که تنها دلیل برگزار نشدنش بی‌اعتمادی احزاب مخالف به بوریس جانسون و دولتشه. احزابی که نگران بودن اگر که با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کنن و پارلمان منحل بشه، دولت تاریخ برگزاری انتخابات رو میندازه بعد از موعد برگزیت و بریتانیا رو بدون توافقنامه از اتحادیه اروپا میاره بیرون. چیزی که همه احزاب مخالف میگن اولویت اولشون جلوگیری از اتفاق افتادن یه همچین چیزیه. 3 روز دیگه نشست اتحادیه اروپا است. امکان داره که تا اون زمان مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه یک توافق جدید به نتیجه برسه؟ خیلی خیلی بعیده، به خاطر اینکه دولت بریتانیا همین چند روز پیش بعد از اینکه پنجشنبه بوریس جانسون با لئو وراتکار نخست وزیر جمهوری ایرلند دیدار
خصوصی داشت یه طرح جدیدی رو برد به اتحادیه اروپا ارائه داد، معروف به یا به اسم مشارکت گمرکی. طرح پیچیده است، اصلا بهتر وارد جزئیاتش نشیم، ولی واقعیت اینه که یه کاری میخواد دولت بکنه بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که تا الان هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده. حالا رسیدن به از یک طرحی که تا الان هیچ جا اجرا نشده تا یک توافقنامه چند صد صفحه‌ای که از نظر قانونی مولای درزش نره توی سه روز، سه چهار روز یا یک هفته، کار حضرت فیله. نکته داستان اینه که بوریس جانسون بارها و بارها تاکید کرده بود بریتانیا رو 31 اکتبر با توافق بی توافق اگر که سنگم از آسمون بباره از اتحادیه اروپا میاره بیرون، و این حرف رو امروز هم تکرار کرد. اما یه نکته جالبی توی سخنرانی ملکه بود، به جای اینکه بگه دولت بریتانیا رو 31 اکتبر از اتحادیه اروپا میاره بیرون، توی این سخنرانی اونی که برای ملکه نوشته بود دولت این بود که اولویت دولت این بوده که بریتانیا رو 31 اکتبر بیاره بیرون. به همین خاطر به نظر میاد شنبه اگر که بوریس جانسون دست خالی به اینجا به پارلمان بریتانیا برگرده و یک نشست فوق‌العاده به نشست فوق‌العاده اون روز برگزار بشه، در نهایت تقاضای تعویق برگزیت رو از اتحادیه اروپا باید بکنه، و این یعنی زدن زیر قول و وعده‌ای که از روزی که اعلام کرده بود کاندیدای نخست وزیری بریتانیا میخواد بشه به حداقل اعضای حزب حاکم محافظه‌کار داده بود. به همین خاطر در شرایط فعلی اینطور به نظر میاد که این سریال تاج و تخت برگزیت داره به پایان این فصلش نزدیک میشه و احتمالاً برای یک فصل دیگه هم تمدید میشه. اما اینکه کی میخوان تمومش کنن و چه شکلی میخوان تمومش کنن باید از نویسنده‌هاش پرسید، ما که هنوز پیداشون نکردیم. متشکرم از بهرنگ تاج‌دین. جوینده یا بنده است بهرنگ؟ جوینده یا بنده است. و ممنون از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.